ممنون جناب طبیب، اسباب زحمتی نمیشه. اختیار دارین، عمدی با بنده نیست. عرضی داشتم در مورد همین زخمی که بستید، کی میتونم دوباره روی پام بایستم؟ مرحبا. از شاهزاده پژمرده و افسردل این روزها توقع هر سوالی میرفت جز این یکی. حالا وضعی دارم به غایت نگفتنی، حال و روزی که قابل توصیف نیست. فقط مشتاقم بدونم من کی دوباره به این پا میتونم تکیه کنم. اگر با احتیاط رفتار کنید همین امروز. امروز؟ بله. جوارح انسان بسته به اراده صاحب جوارح قدرت تطبیق دارن. فقط اراده کفایت میکنه این جسم خسته رو. روح پادشاه مملکت جسمه. اگر اراده ارسلان میرزا بر راه رفتن تعلق بگیره، تمام جواره تشریک مساعی میکنن. کافی از گوشه و کنار این مملکت باج و خراج بگیرید و به کار بکشید. از نوک پا تا فرق سر همه آماده کار میشن به فرمان شما. خستم طبیب، خسته تر از خسته. اونقدر خسته که موفق ندارم. اگر به خرافه های عوام معتقد بودم میگفتم شازده ارسلان میرزا خواب نما شده. مرحبا بزرگزاده. مرحبا. آهسته بزرگ زاده. آهسته. آیین حکمرانی باید بدونی. با رعیتتن مدارا کن. آهسته آهسته به فرمان میشه. سخت نگیر اول، قدم به قدم.
سلطان منی، سلطان منی، من نردم جا ایمان منی، در من بدن من زنده شمان، یک جان که بخن ست جان منی، من بی تو برا زهر است ننان، هم آب منی هم نان منی، زهر است تو مرا خازه شود قند و شکر ارزان منی، باغ و چمن و فردوس منی، زرد و ثمر خندان منی، هم شاه منی هم باغ منی، هم لعل منی هم کان منی، من بی تو برا زهر است ننان، هم آب منی هم نان منی، زهر است تو مرا خازه شود قند و شکر ارزان منی، باغ و چمن و فردوس منی، زرد و ثمر خندان منی، هم شاه منی هم باغ منی، هم لعل منی هم کان منی، سلطان منی، سلطان منی، من نردم جا ایمان منی، در من بدن من زنده شمان، یک جان که بابن چیزی شده جناب شازده؟ خطایی از من سر زده که احضارم کردی؟ نمیپرسی چرا حالم خوب شده؟ حال خوب ارباب که چرا نداره؟ چشم فخر و زمان روشن، هزار الله اکبر به این حال خوب. هزار الله اکبر به حال خوب من. به حال بد تو چی؟ من؟ من چرا؟ تو نشونی قاتل رجب‌علیو میدونی، مگه نه؟ من چرا باید بدونم؟ یادم نبی از سایه آهو رو صدا میزنم. برگرد سر جات مهرون نسا، رنگ رز قاتلشه، درسته؟ دستم به دامن جناب شاسته، زن آبستن داری، خود تازه سلامت شدی، این امارت تازه سر و سامون گرفته. شاسته همین از سایه اگه نگی هم ردیفم اون قاتلی در نظر من. حرف بزن مهرون نسا. حرف آخرت همینه مشتی؟ اول و آخر همینه که از خدا شرمندگی و روسیایی. سرت بگی بالا، چشمت بدوز به چشم حیرون و کت خدا، بگو چیه سر این پیغومی که دادی؟ روسیایی نوکرت بی اختیار چه تازگی نداره، دستم بسته بود، خودم خسته، نشد، نتونستم درستم شاید کنم. روسی ها هم به خدا گوش کن مشتی، اگه از خرجی که بریدیم راضی نیستی، اگه از شیربهایی که مقرر کردیم کم بوده، اگه ملک و محلی رمه و گله چیزی میخوای بندازی پشت قباله برادر زادت، لب تر کن تا اجابت کنم. نقل این حرفا نیست جد خدا. پس نقل چیه مشتی؟ من واسه غریبه ها میرم خواستگاری، دست خالی بر نمیگردم. شیرزاد اولاد منه، کت خدا یا در خونه کسی رو نمیزنه، یا اگه بزنه دست خالی بر نمیگرده، که اگه دست خالی برگرده که کت خدا نیست. نگو کت خدا، تو رو خدا نگو. این دختر برادرزاده شیریه، برادرزاده خونی هم که بود، بی مهر و بی شیربها ها دو دستی میذاشتم تو دبق برای پسرت. این دختر نورچشمیه،
بعد خواستگاری پشت چش نازک کرده برای خانم فخرالزمان. وقتی بانوی امارت بگه بمونه آهو، چی بگه منه بی آبرو؟ حال هوای حکایت همین بود که گفتی؟ آره مشتی؟ عم کن بگم خانم بیاد شهادت بده. جایی که مرد نشسته شهادت زن چه محل داره از اعتبارمو؟ امر که معلوم از جای شده، جاش کجا بوده و خانم کدوم خانومه؟ عاقلان دانند. اصل حرفو نمیگی مشتی؟ اصل حرف همینه، اصل حرف هم نکت خدا امر از جایی رسیده که زور نگفتن ندارم. نپرس کت خدا، نپرس که بیشتر از این شرمنده نشم، نپرس که آب نشم از خجالت. یا الله کجا کت خدا؟ گفتم نهار بیارم. چیزی که فراونه دختره. بریم کت خدا. برای پسر کت خدا از بازار تا دربار دختر هست. دختر ما صبور سری کرد، لجزت به بخت خودش آبروی من. که لب وا کردم به محبس افتادید، خدایی نکرده این بار. نگران نباش، تا هر جا خیالتون برسه این مرد خون ریز و بیرحمه، از شقاوتش بترسید چاست. اونه که باید بترسم، من نیستم. تو برگرد، خدا نگهدار. عرضی دارم. اشتباه گرفتی عمو، برو پی کاره. من اشتباه نمی کنم رنگ راست. فرمایش. 7 قواره پارچه سفید دارم، 7 قواره مدخال سفید. خب میخوام هر 7 قواره به رنگ سرخ در بیان. به من گفتن تو استاد رنگ سرخی، از عنابی تا اناری. کی گفته؟ کسی که گفت نمونه نشونم داد، یه تیکه کرباس کهنه پارچه به رنگ سرخ در اومده بود، مثل خون، جوری که با خون مونه میزد. ببینم هنوزم بلدی مثل اون سرخ بسازی یا نه. کار من نیست.
کتک. باید در محل استقرار این مرد تجدید نظر بشه، ممکنه باز خون ریزی کنه. مهم نیست، قرار نیست زیاد زنده بمونم. شما فقط بفرمایید که این صفاک قادر به تکلمه. باید مهلت بدید، از چند ساعت تا چند روز. بقیده من برای حفظ جان این مرد باید تصمیم گیری در مورد جان این مرد به عهده من بگذارید. شما که قاضی نیستید. شما هم قاضی نیستید، کم قیس کنید. مبادا دستتون به خون کسی آلوده بشه. پدرم همیشه میگفت گر که بد کردی مباشی منز آفات، که واجب شد طبیعت رو مکافات. این مرد باید مکافات ببینه. تسلیم نظمیش کنید، یا بالاتر دیوان خانه عدلیه، جایی که قاضی باشه. من برای خونخواهی پیش قاضی رفتم که دچار چنین رسوایی شدم. اهل این حکومت چنان دچار فسادی شده که جای قاتل و قربانی رو به چشم برهم زدنی عوض میکنه. مطمئن باشید عدالت تو استبل امارت من بیشتر از دادگاه میرزا نصیره. اهل حکومت اگه بفهمن این شق اینجاست که واویلا میشه علاهده. شما که موقعی اومدن به کسی چیزی نگفتید. ببخشید جناب طبیب، زنده میمونه این نامرد نابکار؟ والا چرس کنم مشتی، تا یکی دو روز چیزی قطعی نیست. جراحت عمیقی برداشته، التیام زخم توی استبل پر از عفونت. چرس کنم. خسته نباشید جناب طبیب. ممنونم بانو. در چاله مرد بیچاره رو به موته. جناب میرزا ارسلان راضی نشد تسلیمش کنه. عزم مردتون برای انتقام راسخ. بریم. با اجازه خانم. ببخش. چی شد آمشتی؟ جناب طبیب جهت مداوا داخل شده. شازده قدغن فرمودن اهل امارت داخل نشه. حتی من؟ جسارته. بله، حتی شما. صدقتون بشم، آرام باشید، کمی خوددار باشید، یک جرعه از این بنوشید. عروق مبارک که باز بشه، خاطر مبارک که تسکین پیدا کنه، حکمان راه حلی برای این مشکل پیدا میشه. دستم کوتاه نکنید. کسی که مفقود شده گودرز جواهر، میفهمی؟ گودرزه. سرتون سلامت حضرت والا. هزار تا گودرز فدای یک تار موی مبارک.
اون پیغام چیه؟ بخون. از منزل پدری جناب گودرز کسب اطلاع شده. خبری نداشتند. سیمون گفته که غروب برخلاف قرار قبلی گودرز برای تمشیت حساب و کتاب ها مراجعه نکرده. از تمامی فوج ها استعلام شده. همه اظهار بی اطلاعی کردند. آخرین جایی که جناب گودرز صحیح و سالم دیده شده کارگاه رنگرزی بوده. رنگرزی؟ اینجا چه خبره؟ مگه قدغن نکرده بودم که دیگه پاشو اونجا نذاره؟ ما بی تقصیریم حضرت والا. این اواخر میگفت لازمه برای تسکین روح و تقویت جسم دستی بر خمره رنگرزی ببره. حضرت والا، گویا جناب گودرز امروز چند ساعتی در کارگاه کار کردند. یک ساعت قبل از ظهر هم به بهانه خستگی کارگاه رو ترک کردند. دست نگه دارین. فرمایش. اومدم سلام کنم به شاهزاده دشمن شکار. علیک سلام. گفتم فرمایش. فرمایش که درباره اتفاقاتی که در حال وقوعه عرضی دارم یا توصیه‌ای و یا اگر شد معامله‌ای. اینجا محل مناسبی بر حرف زدن نیست. از من میترسی؟ من بعد از این اگه ترسی باشه از منه نه در من. شرط عقل حکم میکنه جانب احتیاط رو رعایت کنم، مخصوصا وقتی پای اهل تاریکی و سایه در میون باشه. حرفی اگر هست تشریف بیارید اندرونی بدون همراه، بدون سلاح. جناب بکتاش ادامه بدید. من کسانی را برای تجسس در امور شما گمارده بودم به گمان اینکه دشمن میاد سراغ شما برای ادامه آزار، ولی چرخ خلاف جهت چرخید و شما رفتید به شکار اونها. فی الحال متوقعم که دست یاری ما را کوتاه نکنید. اگه حسن نیت شما مسبوق بر سابقه نبود پیش فخر و زمان، جواب نوکرهای شما رو با تپانچه میدادم. از من انتظار نداشته باشید به شما اعتماد کنم. شما همونقدر بر من غریبه اید که اون قاتل مزدور. آدم حضرت بالاست، درسته؟ از نظر من همه آدم حضرت والا هستن. شاه آدم حضرت والاست، صدر اعظم آدم حضرت والاست، قاضی و رئیس نظمی آدم حضرت والا هستند. حتی خود شما هم آدم حضرت والا هستید. احسنت. از معامله با آدم های زیرک خوشم میاد. من فکر میکردم اربابای سایه فقط با زنان زیرک معامله میکنن. عیار شما هر زنی نیست جناب شازده. کم از مرد نداشت زمانی که شما مشغول خبط و خطا بودین. درایت عیال شما نیازی به اثبات نداره. حالا نوبت شماست که اثبات کنید لیاقت توجه ما رو دارین. من نیازی به اعتماد شما ندارم. اگه اومدید اینجا که با چرب زبونی کاری کنید که زندانی متحویل شما بدم، سخت در اشتباهید. من فقط در پی نشانه ای از دشمن بی نشانم که روزگارم رو سیاه کرده. این وسط اهداف شما و
انجمنای مخفی پشیزی برای من اهمیت نداره. بی جهت نیست که تا به حال دستتون از لقب و منصب کوتاه مونده. چیزهایی هست که باید یاد بگیرید. اول از همه سازگاری با دوست برای غلبه بر دشمن. پس شما هم سازگاری تمام‌آموزگار. بفرمایید استاد. درس ثانی این که در میدان قدرت هیچ کس بلزاد و بلپتره دوست یا دشمن نیست. این منافع هستن که تعیین میکنن کی دوسته و کدوم دشمنه. بله بود شما دوستید. ما دشمن دشمن توییم. بله و این یعنی ما دوستیم و به اندازه تو طالب کشف هویت دشمن و هزار بار بیشتر از تو مشتاق انتقام. مرزا ارسلان، لابد فکر بعد از اسارت چم کردی؟ نکردی؟ فعلا که یک کلمه هم اغور نیمده، ولی هر چقدر لازم باشه شکنجه میشه تا حرف بزنه. هویت دشمنم که مشخص شد به بعدش فکر میکنم. به این سادگی ها نیست. این مرد تا حالا حرف نزده، بعدش هم حرف نمیزنه. اون اگه هزار بارم بمیره هویت ولی نعمت چه افشا نمیکنه. دنیای سایه ها با دنیایی که تو میشناسی توفیر داره. فعلا که تو جهان من اسیره. بذارید آفتاب بالا بیاد. به گور باباش خندیده اگه مغور نیاد. عاقل باش. النصر به رعب. ولی نه فقط رعب. شکنجه کن. سخت بگیر. تا مرز کشتن پیش برو. ولی سر به زنگاه کوتاه بیا. زیرک باش. چیزی را ازش بخواه که قادر به گفتنش باشه. این مرد قادر به گفتن اسم حضرت والا نیست. مطمئن باش. ولی من غیر از این چیزی ازش نمیخوام. من میخوام. تو فقط تا لحظه آخر بگو اسم حضرت والا. وقتی شکنجه به سرحد مرگ رسید مردک رو اغوا کن. بگو اگه اسم نزدیکان حضرت والا رو بگه رهاش میکنی. معامله بدی نیست شازده. تو فقط یکی دوتا اسم به ما بده. کشف هویت حضرت والا با ما. برای اقرار اسم اربابش اگه زیاد پافشاری بکنی فقط یه جسد دو دستت میمونه با هزار و یک سؤال بی جواب. به مرگ بگی که به تب راضی شه. اینجا کجاست؟ جهنم. جهنم رنج است. وقت اگه یارت بود از تب میمردی، چون بعد مکافاتی در انتظارته. مکافات چرا؟ این چه حرفی میزنین آقا؟ من یه رنگرز سادم. اون مفعلگی و رنگ رزی صبحم و شب میکنه. ببر اون صدای هرزتو. از دیشب صد بار بین هزیونات ناله کردی زنده باد حضرت والا. هزار بار نعره زدی نجاتم بده حضرت والا. کجاست اون حضرت والا؟ اینجا نه انبار شاهیه نه محبس نجیبه، زندانی خودمی. هر سلام مرزای قوانوی قاجار. نه دوسیه‌ای در کاره، نه مجبوری به اقرار. خیال میکنی وقتی جلوی دریچه اربابت زل زده بودی که انگشترشو ببوسم اون چشای هیز تو
نگاه هرزتو ندیدم از حدق درشو میارم اگه موقع نیایی. داغ حاضره جناب شازده. با من باید رسمی نکن شازده، به ترس از عقوبت کار حضرت والا دودمان تو به باد میده. بیار خواهیت. مرحبا. سلام. خیر باشه ایشالله. کجا از این طرف ها؟ بشین ببینم. اومدم زخمشو از نو ببنم. طبیبم گفته روز دو بعد این شربت بخور نمیشه. جناب طبیب برای خودش گفته شازده اینا رو ببینه چهار دست و پاتو میبنده کنار همون قاتل میذاره در لا جرز دیوار. بله من به طبیب گفتم. بله بابا مشتی. برو به گوهر بگو غذای شازده رو بیاره همینجا. اوه ملتفت شدی یا خوابی؟ ملتفت شدم بابا مشتی. ملتفت شدی رفاقت چندین و چند سالمون با کت خدا خراب شد؟ نمیدونم دیگه چه جرأت کنم تو چشاش نگاه کنم. اما به خدا منم از شرم روم نمیشه به شما نگاه کنم. میدونم از چشماتون افتاده. از چش من نیفتادی بچه. خودم از چش خودم افتادم. خدا نکنم. شما چرا؟ من سر این قائل خواستگاری خیلی کوتاهی کردم ها و من تو رو بدبخت کردم. یعنی چی همون؟ بدبختت کردم دیگه. یعنی چی نداره که؟ اگه با شیرزاد عروسی میکردی به صلاحت بود. درسته جفتک انداختی ولی من نباید محل میذاشتم. باید میزدم تو دهنت با دندون شکسته و دهان خونی روانت میکردم سراغو. ولی من الان خوشحالترم. خوشحالی چون عقل نداری. چون نمیدونی بخت رخ نیست که هر وقت دلت زد بتونه عوضش کنی. افتادی دنبال دست طبیب خیال میکنه عاقبت داره این کار؟ کی گفته عاقبت نداره؟ من میگم نه این کار عاقبت داره نه این امارت. امارت دیگه امارت سابق نیست. از در و دیوار شر میباره. عروس کت خدا میشدی جاد امن بود. باید میرفتی آهو. باید میرفتی دنبال بخت. میشنوی؟ خدا میدونه بعد این قائله کارمون به کجا برسه. نه ترسو منو همون حرف از ترس گذاشته همون. بلند شو بلند شو از اون پنجره نگاه کن. اینجوری میگه که من تنبیه شم؟ نه همون نه اینطوری میگم که حلالم کنی. دستم به بابات نمیرسه حلالیت به طلبم ولی تو حلالم کن. من ازت راضیم هم. مطمئن باش بابا حسین قلی هم ازت راضیه. تو هر کار میکنی واسه دخترش میکنی. نه واسه خاطر دل تو نبود به خاطر دل بامونده خودم بود. نتونستم به مهری نه بگم رجعت زدم به بخت تو. میدونی دختر به حسین قلی قول دادم بسیه خوبی باشم اما نشد. نتونستم این آخری
بزن نجیب. اسم صاحب انگشتر چیه؟ به ترس از صاحب اون انگشتر شاست. منو رها کن شاسته. من پیش حضرت والا آبرو دارم پیش حضرت والا ضمانت میکنم هم جون خودت دارم، هم جون اهل این امارت رو من ضمانت میکنم. سعی کی باشی که بخوای منو ضمانت کنی؟ گفتم اسم صاحب انگشتر رو بهم بگو. چرا با من دشمنه؟ به خاطر دوستی میرزا رضای کرمانی؟ چون تمرد کردم؟ چون اسم میرزا اسدو به قلم ندادم؟ حرف بزن حیوان، بگو دلیل دشمنی اربابت با من چیه؟ حرف بزن. حرف بزن قاتل. تو رو خدا، به خاطر خدا همون بده. حرف بزن تا همون بدم. بگو اربابت چه دشمنی با من داره؟ بگو صاحب انگشتر کیه؟ به خاطر این خونایی که ریخته شده بگو. به خاطر همون خدایی که میگی بگو. بگو این حضرت والا بسه تصدقت بشم. حرف بزن. میمیره اینا نجیب درک. نمیگی نه؟ نگو تو کشته بشم. خودم میکشمت. خودم نگو. نگو. گفتی اگه حضرت والا رو افشا کنی کشته میشی، قبول. ولی یکی باید تقاص پس بده، یا تو تقاص پس میدی یا کسی که اسمشو ببری. اسم یکی از آدماش، قبوله؟ نمیگی نه؟ نگو تا قبض روح بشی بیچوره. نگو. تو تقاص بس بده، تو به جای همه مکافات شو. مردم بی‌انصاف، بگذر از من شاسته. مردم بیمار و بدم. تو رو خدا به من دهن. تو خدا میشناسی خدا نشناس. امو یه چیزی نه تصدقت، نه قربونت میمیره ملعون. به جهنم. کابوس، جناب کابوس. کابوس، جناب کابوس، جناب کابوس. سلام بر جناب کابوس. حتما برای اصرارتان دلیل محکمی باید داشته باشید. صلات ظهر و مراجعه. دلیل محکم داریم. ما دو برادریم که 30 سال در حجره موقوفه نزدیک امامزاده صالح تجریش عرق ریختیم، ولی وزارت اوقاف مدعی ما شده. حجره و کسب و کارمون داره برباد میره. عریضه نوشتیم برای جناب وزیر، ولی واسطه ای نداریم برای دیدن وزیر. گفتیم شخص خوشنامی مثل شما واسطه بشه.
چرا عریضه رو ندادین به خدمتکار؟ ترسیدیم اهمال کنن و نامه به دست شما نرسه. ببخشید زیاد مزاحم اوقات شریف تو نمیشیم، فقط میخواستم بزرگواری کنید و واسطه بشید نامه به دست شخص وزیر برسه. بسیار خوب،